همراهان و هموطنان عزیزم درود بر شما در این ساعات حساس با شما همراه هستیم با یک بسته خبری تحلیلی مهم دستور فوری نتانیاهو به نیروی هوایی اسرائیل آماده باش گسترده برای جنگی بزرگ و تاریخی دوستان عزیز اگر از فعالیت رسانه ما رضایت دارید لطفاً با لایک کردن این ویدیو و همچنین نوشتن دیدگاهتون در آخر این برنامه یاری رسان تیم پرتلاش ما باشید دستور فوری نتانیاهو به نیروی هوایی اسرائیل آماده باش گسترده برای جنگی بزرگ و تاریخی در خبری بسیار مهم و فوری کانال دوازده اسرائیل به نقل از دو منبع اطلاعاتی در دولت اسرائیل اعلام کرده است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور در پیامی مهم به فرمانده نیروی هوایی ارتش اسرائیل از او خواسته تا نیروهایش را برای انجام عملیاتی در عمق خاک ایران به حالت آماده باش فوری در بیاورد. این منابع تایید کردن که دولت این کشور قصد دارد در صورت حمله موشکی جمهوری اسلامی و نیابتی هایش به تلاویو و دیگر شهرهای اسرائیل پاسخی پشیمان کننده به رژیم آیت الله ها در تهران بدهد. بر همین اساس گفته شده دلیل تأخیر جمهوری اسلامی در جواب به اسرائیل به همین موضوع مربوط است. و دولت آمریکا از طریق سران عمان پیامی را به جمهوری اسلامی مخابره کردند مبنی بر اینکه در صورت حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل واکنش نتانیاهو و سران ارتش این کشور غیر قابل پیش بینی و سهمگین خواهد بود از این رو این اقدام می تواند به جنگی تمام ایار و تاریخی در خاورمیانه بدل شود روز گذشته بود که منابع حکومتی تایید کردند که علی خامنه ای رهبر 85 ساله و فرتوت نظام از شدت فشار عصبی روزهای گذشته در بیمارستان خصوصی بیت رهبری بستری شده و در خصوص حمله به اسرائیل بسیار مردد و پریشان است. آکسیوس به نقل از مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد انتظار می روید جمهوری اسلامی تا دوشنبه به اسرائیل حمله کند. بر اساس این گزارش مقام های آمریکایی و اسرائیلی معتقدند جمهوری اسلامی و حزب الله هنوز در حال بررسی برای نهایی کردن طرحهای حمله نظامی به اسرائیل و تاییدانها آنها در سطوح سیاسی خود هستند. تعم شیرین جشن مردم سالاری دینی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور شریف ما متولد شد با شهادت فرماندهان عملیاتی و سیاسی مهر مقاومت به تلخی گرایید مخصوصا که یکی از این شهیدان یعنی شهید اسماعیل حنیه مهمان عزیز ما بود و در خانه ما به شهادت رسید اما تردید نداریم با پاسخ کوبنده و هوشمندانه جمهوری اسلامی کام مردم ایران و نیروهای مقاومت و آزادی خواهان جهان بار دیگر چنان شیرین می شود که این رژیم و مخصوصا کشور حامی او یعنی آمریکا از کرده خود پشیمان و مجبور خواهد شد نظام محاسباتیشان را اصلاح کنند تا بار دیگر دچار اشتباهی زیانبار برای امنیت خود و صلح منطقه نشود در همین حال و در شرایطی که آماده ها برای حمله احتمالی ایران به اسرائیل در انتقام از کشته شدن رهبران ارشد حماس و حزب الله ادامه دارد ژنرال مایکل کوریلا فرمانده نیروهای آمریکایی در خاور میانه شنبه سیزدهم مرداد وارد منطقه شد بنابر این گزارش انتظار میرود مایکل کوریلا در روزهای آتی به کشورهای حاشیه خلیج فارس اردن و اسرائیل سفر کند آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گوید، انتظار می رود کوریلا از این سفر برای تلاش جهت بسیج همان اعتلاف بین المللی و منطقه‌ای که از اسرائیل در برابر حمله ایران در 13 آوریل دفاع کرد استفاده کند. کان اسرائیل گزارش داد ارزیابی دولت نتانیاهو و ارتش این کشور این است که برخلاف حمله 25 فروردین جمهوری اسلامی به اسرائیل این بار ممکن است تهران چند دقیقه پیش از انجام حمله تلافی جویانی پیش روی خود درباره آن اطلاع رسانی کند. جمهوری اسلامی در حمله موشکی و پهبادی نخست خود به اسرائیل در 25 فروردین سال جاری از ساعتها قبل در باره آن اطلاع رسانی کرد. اقدامی که به باور ناظران با این هدف انجام شد که به اسرائیل و متحدان آن آمادگی کافی برای دفع حمله را بدهد و از هزینه های آن بکاهد. بر اساس گزارش کان حمله پیشروی ایران ممکن است از لبنان آغاز شود و ابتدا سایت های نظامی در مرکز اسرائیل را هدف بگیرد و سپس با موشک پرانی از سمت ایران دنبال شود. روزنامه تندرو کیهان نیز صبح شنبه در یادداشتی درباره واکنش جمهوری اسلامی به کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران نوشت برخلاف حمله فروردین ماه به اسرائیل در عملیات پیشرو احتمالا گزینه ها به دو یا سه مدل موشک و پهباد شلیک شده از فاصله 1500 کیلومتری و فقط از سمت ایران محدود نمی شود. بلکه این عملیات متنوعتر، پراکندهتر و غیر قابل رهگیری تر خواهد بود. روابط عمومی سپاه پاسداران از شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران خبر داد. خبری که در رسانه های مختلف و منتشر شده و طبعا در کشور ما هم موجی از احساسات بر ضد رژیم سکونستی رو برانگیخته انتقام سخت انتقام سخت, انتقام سخت. خیلی سخت و خیلی سخت پاسخ ما چیزی نخواهد بود جز حسب اسرائیل از منطقه دوست اسرائیل رو با خاک اکسام بشه شد اجازه نداشتم مهمون کشور ما رو به این مظلومی از ببرد باید در واقع خیلی سختتر از عملیات قبل باشه باید خیلی شدیدتر و بازدارنده تر باشه تا دیگه در واقع همچین در آینده نتونه بکنه مسئولین هم ات... انتظار داریم که تصمیم عاجلی بگیرن در این زمینه پاسخ قاطعی رو به اسرائیل بدن کرد که شدتش از طوفان اقسا هم بیشتر باشه دفعه اول که بعد ساده بود این باید شدتش بیشتر از اون باشه چون اون جای دیگه بود این کشورمونه دوم از این این مهمان ما رو کشته همه عزیزان ما رو ترور کردن تو کشورهای مختلف کشور خودمون حالا دیگه انقدر پررو شدن که میان مهمون ما رو هم ترور میکنن حالا چون میخواد دامنه جنگ و گسترش بدن باید منتظر پیامدهای منفیش هم باشه خب این داغ به این راحتی از دل ما پاک نمیشه مگر اینکه لحظه به لحظه اونها جواب پس بدن بابت این اقدامی که در خانه ما مهمان ما رو شهید کرد از سوی دیگر همزمان با بالا گرفتن تهدیدهای تهران و متحدانش حماس و حزب الله علیه اسرائیل پس از کشته شدن اسماعیل هنیه پنتاگون روز جمعه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده جتهای جنگنده و کشتی جنگی بیشتری را در خاور میانه مستقر خواهد کرد به گزارش رویترز لوید آستین وزیر دفاع ایالات متحده ارسال رزمناوهای نیروی دریایی را که میتوانند موشک بالستیک را سرنگون کنند تایید و اعلام کرد که اعزام اسکاترانی از جتهای جنگنده به خاور میانه مد نظر قرار گرفت است. پنتاگون با انتشار بیانیهی در این زمینه اعلام کرد داستین دستور داده است وضعیت نظامی ایالات متحده در اروپا و منطقه برای بهبود حفاظت از نیروهای آمریکایی، افزایش حمایت از اسرائیل و اطمینان از آمادگی برای پاسخگویی به موارد احتمالی مختلف تغییر کند. بیانیه پنتاگون افزود که آمریکا در حال انجام اقداماتی برای ارسال بیشتر سلاح‌های دفاع موشکی بالستیک زمینی است. به این ترتیب لوید آستین به ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن دستور داد جایگزین ناو یو اس اس تئودور روزولت شود که در خلیج عمان قرار دارد و بنا بود اواخر تابستان امسال به ایالات متحده بازگردد. این تصمیم نشان میدهد که پنتاگون تصمیم گرفته است دست کم تا سال آینده یک ناو هواپیمابر را به منزله عامل بازدارنده علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه نگه دارد. پنتاگون اعلام نکرده است که اسکادران جت‌های جنگنده از کجا می‌آیند یا در کدام نقطه از خواهر میانه مستقر خواهند شد. تعدادی از متحدان ایالات متحده در منطقه مایلند نیروهای نظامی آمریکا را مستقر کنند اما نمیخواهند این موضوع علنی شود. پنتاگون برای دفاع موشکی بالستیک زمینی گزینه های بیشتری دارد. مانند پاتریوت یا تاد که هر دو موشک رهگیر را از سیستم های پرتاب متحرک تخصصی پرتاب می کنند. اما وزارت دفاع آمریکا مشخص نکرده است که چه سیستمی را برای تقویت دفاع در منطقه مستقر خواهد کرد. ارتش ایالات متحده پیش از این متعاقب حمله جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل استقرار جنگنده هایش را تشدید کرده بود. اما اکنون بار دیگر با بالا گرفتن تهدیدها و تنش های منطقه ای تصمیم گرفته است حضور پررنگتری داشته باشد. بنابر اعلام کاخ سفید جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره استقرار تجهیزات دفاعی جدید در برابر تهدیداتی مانند موشک و هواپیماهای بدون سرنشین گفتگو کرد در حالی که جنگ حماس و اسرائیل به ماه یازدهم نزدیک می شود، نگرانی از گسترش درگیری در سراسر خاورمیانه پس از کشته شدن اسماعیل هنیگه شدت گرفته است جمهوری اسلامی ایران و حماس هر دو اسرائیل را به انجام این ترور متهم کرده و متحد شدند که انتقام بگیرند اما اسرائیل مسئولیت این قتل را نه به وضوح بر عهده گرفته و نه رد کرده است اعلام استقرار تجهیزات نظامی جدید آمریکا در حالی است که همزمان تلویزیون اسرائیل گزارش داد تلاویو در حال نهایی کردن هماهنگی ها با متحدانش برای ائتلاف منطقه‌ای در برابر حملات احتمالی ایران و گروه های نیابتی است. گزارش کانال دوازده اسرائیل از آمریکا، بریتانیا، مصر و اردن با عنوان کشورهای آماده کمک به رهگیری موشکها و پهپادها نام برد و اشاره کرد که همین اعتلاف تقریبا به طور کامل حمله هوایی ماه آوریل جمهوری اسلامی به اسرائیل را خونسا کرد. همزمان نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در گفتگو با CBS بی درباره پاسخ احتمالی حزب الله لبنان به کشته شدن فعاد شکر فرمانده این گروه در حمله هوایی اسرائیل به جنوب بیروت گفت حزب الله و اسرائیل تا کنون در قالب توافقی نانوشته و در عملیاتشان به محدودیت‌های خاصی پایبند بودند و اقداماتشان را به مناطق مرزی و در عمق کم محدود کردند اما اکنون بنابر پیشبینی ما حزب الله در واکنش به کشته شدن فعاد شکر اهداف عمیق تری را انتخاب کرده است و صرفا به تأسیسات نظامی محدود نمی شود. به گزارش رسانه های داخلی ایران، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یک شمه مرداد در جلسه با حضور مسئولان امنیتی و فرماندهان سپاه مسائل مرتبط با کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران و نحوه پاسخ جمهوری اسلامی به آن را به بحث می‌گذارد. به گفته ی یعقوب رضازاده، دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس، این کمیسیون اصر چهارشنبه دهم مرداد جلسه نخست خود در این باره را با حضور شماری از مقامات وزارت خارجه و پلیس امنیت و بدون حضور مقامات سپاه که مسئول حفظ امنیت هنیه و محل اقامت او بودهاند اند برگزار کرده است. به گفته این نمایندگی مجلس در جلسه یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس قرار شده مسئولان دستگاه های امنیتی از جمله مقامات سپاه و وزارت اطلاعات حضور یابند. یعقوب رضازاده با ابراز امیدواری به اینکه جزئیات بیشتری از ابعاد کشته شدن هنیه در جلسه یکشنبه کمیسیون امنیت ملی مجلس مشخص شود گفت بعد از استماع گزارش مسئولان دستگاه های زی ربط حتما بخشی از ابهامات افکار عمومی رفع خواهد شد دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به بیانیه علی خامنه مبنی بر لزوم خونخواهی از کشته شدن هنیه گفت باید به صورت جدی برای ارائه پاسخ به اسرائیل برنامه ریزی شود و پاسخ ایران قطعی است. همراهان عزیز به پایان این بسته خبری تحلیلی رسیدیم در پایان یادآور میشم که لایک ها و کامنت های شما همچنان در این مسیر سخت یاریگر ماست پاینده ایران